زمان جنگ ایران و عراق، جنگنده های F-14 قاتل های طلایی ایران بودند و میشه گفت به نوعی برگ برنده ایران در مقابل جنگنده های روسی و فرانسوی عراق محسوب می شدن. اما از اون طرف هم نیروی هوایی عراق جنگنده هایی داشت که درسته به اندازه جنگنده مثل F-14 قدرتمند نبودند، اما مشکلات جدی و برای ایران به خصوص در زمینه نفکش ها ایجاد کرده بودند. یکی از جنگنده های قدرتمند فرانسوی عراق تو جنگ 8 سال سوپر اتاندارد بود که با موشک های اگزوسه خطر جدی برای نفکش های ایران بود و تونست صدمه های زیادی به نفکش های ایرانی بزنه. سلام دوستان، به کانال ایران میلیتاری، یکی از بزرگترین کانال های نظامی یوتیوب فارسی، خیلی خیلی خوش اومدین. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین این ویدیو رو تا آخر ببینین و اگه خوشتون اومد دکمه حساب رو بزنین. بی‌معطلی بریم ادامه ویدیو. هواپیمای سوپر اتاندارد در ابتدا توسط شرکت داسو و برای پاسخ دادن به نیازهای نیروی دریایی فرانسه طراحی شد. سوپر اتاندارد بر اساس هواپیمای دیگه‌ای به اسم اتاندارد 4 که متعلق به دهه 1950 بود طراحی و ساخته شد. این هواپیما یه جنگنده تک‌سرنشین با بالهای رو به عقب و تک موتور است و اولین نسل از هواپیماهای ناونشین داسو محسوب میشد. اتاندارد تو چند دهه خدمت خودش موفقیت‌های زیادی و برای نیروهای فرانسه سوی رقم زد و جزو هواپیمای موفق فرانسوی محسوب میشد. فرانسه اول میخواست برای نیروی دریایی خودش نسخه دریاپایی و تهاجمی تر از جنگنده جگوار انگلیسی رو خریداری کنه، اما بعدا به خاطر مسائل سیاسی تصمیم گرفت که هواپیمای خودش رو توسعه بده که اسم اون رو بعدا سوپر اتاندارد گذاشتن. این جنگنده بالاخره تو سال 1978 به طور رسمی وارد خدمت نیروی دریایی فرانسه شد و تو کشورهایی که به اونا خدمت کرد حتی موفق تر از نیروی دریایی فرانسه ظاهر شد، خصوصا تو دو جنگ ایران و عراق و همینطور فالکلند. با وجود اینکه سوپر اتاندارد نسخه توسعه پیدا کرده بر اساس هواپیمای اتاندارد 4M بود، اما تا 90% قطعات اون جدید بودن. دقیقا مثل اتاندارد، سوپر اتاندارد هم به گونه ای طراحی شده بود که بتونه از روی ناو هواپیما بر پرواز کنه. به همین خاطر داسو سوپر اتاندارد رو با بالهای جمع شونده، عرابه های فرود تقویت شده و قلاب دوم ویژه فرود روی ناو مجهز کرده بود. بعضی از مشخصه های اصلی اتاندارد 4M مثل بالهای رو به عقب، دوم عمودی تکی و ورودی های هوای موتور تو دو طرف تو سوپر اتاندارد حفظ شده بود. موتور مورد استفاده تو مدل اولیه سوپر اتاندارد از نوع آتار 8B بود. این موتور توربو جت میتونست 9700 پوند رانش رو تولید کنه. البته بعداً این موتور با موتور دیگه‌ای به اسم آتار 8K 50 جایگزین شد که رانش اون به جای 9700 پوند 11025 پوند بود. این تغییر موتور باعث شد تا حداکثر سرعت سوپر اتاندارد از 1010 کیلومتر تو ساعت به 1207 کیلومتر تو ساعت افزایش پیدا کنه. اما با وجود افزایش سرعت، موتور جدید باعث کاهش برد هواپیما از 3370 کیلومتر به 1800 کیلومتر شد. وزن برخواسته این هواپیما حد اکثر 12 تنه. اما میرسیم به تسلیحات این جنگنده. سوپر اتاندارد مثل دیگه ناونشین های داسو از دو توپ 30 میلیمتری دفاع درون بدنه خودش استفاده میکنه که هر کدوم از اونها 125 گلوله داره. این اسلحه طوری طراحی شده تا برای مقاصدی مثل تعمیرات و سرویس به راحتی بشه اون را از درون بدنه هواپیما خارج کرد. زیر بالهای سوپر اتاندارد جمعاً 4 جایگاه نصب تسلیحات قرار داره. دو پایلون زیر بدنه دیده میشه که میشه از اونها برای حمله موشک‌های هوا به هوا، موشک های ضد کشتی و بمب های هدایت شونده و پرتابی استفاده کرد. علاوه بر اینا امکان نصب مخزن های سوخت خارجی روی پایلون های سوپر اتاندارد وجود داره. این جنگنده از توانایی سوختگیری هوایی هم پشتیبانی میکنه و نازل سوخت اون به صورت جمع شونده درون دماغه هواپیما قرار داره. سوپر اتاندارد طوری طراحی شده بود که با توجه به شرایط جنگ سرد در صورت حمله شوروی به اروپا بتونه بمب های هسته ای هم پرتاب کنه. این جنگنده در مقایسه با نسل قبل خودش یعنی اتاندارد 4M که تنها 4 پایلون داشت توانایی حمله تسلیحات بالاتری داره. رادار مورد استفاده تو سوپر اتاندارد از نوع تامسون چند حالت است و در انواع نبردها کارایی بالایی داره. نیروی دریایی فرانسه اولین کاربر این هواپیما بود و در ابتدا 85 فروند سوپر اتاندارد رو سفارش داد. البته باید اینو بگم که اولش نیروی دریایی فرانسه میخواست 100 فروند سوپر اتاندارد
استانداردو سفارش بده، اما بعدن به خاطر کمبود بودجه تعداد خریدار رو کم کرد. اما میرسیم به جنگ هایی که این جنگنده تو اون شرکت کرده. فرانسویا تو نبرد علیه سوریه تو لبنان برای اولین بار از سوپر استاندارد استفاده کردن. این اولین باری بود که سوپر استاندارد زیر پرچم فرانسه وارد جنگ میشد. فرانسه سوپر استانداردهای خودش رو تا سال 2016 تو خدمت داشت، اما با اومدن جنگنده نسل چهارمی رافال سوپر استانداردهای فرانسه هم بازنشسته شدند. آرژانتین یکی از کشورهایی بود که این جنگنده رو خریداری کرده بود. البته آرژانتین تو اون زمان از هواپیماهای آمریکای داگلاس H4 اسکای هاک استفاده میکرد، اما به خاطر تحریم‌های آمریکا امکان عملیاتی نگه داشتن اسکای هاک وجود نداشتش. به همین خاطر ناچار شد هواپیماهای فرانسوی رو جایگزین جنگنده‌های آمریکایی بکنه. هواپیماهای تحویل داده شده از طرف فرانسه به آرژانتین به موشک‌های ضد کشتی قدرتمند اگزوس مجهز بودند. این جنگنده ها تو جنگ فالکلند که بین آرژانتین و انگلیس بود به خوبی استفاده شدن و تونستن با موشک های اگزوسه ضربه های مهلکی رو به پیکره نیروی دریایی بریتانیا وارد کنن. با اینکه آخرش آرژانتین شکست خورد، اما سوپر استانداردها تونستن کارنامه درخشانی برای خودشون درست کنن. علتش هم این بود که آرژانتین فقط با داشتن 5 تا جنگنده سوپر استاندارد و همینطور 5 تا موشک اگزوسه تونست 2 تا از ناوهای جنگ انگلستان یعنی شفیلد و آتلانتیک رو غرق کنه. فرانسه هم تعدادی از سوپر استانداردهای آرژانتینی رو به حدی ارتقا داده بود که از نمونه های خود نیروی دریایی فرانسه پیشرفته تر بودن. اما امروز سوپر استاندارد دیگه تو آرژانتین عملیاتی نیستش و فقط برای مقاصد آموزشی استفاده میشه. میرسیم به تجربه اصلی جنگنده سوپر استاندارد که تو منطقه ثروتمند خلیج فارس بود. زمان جنگ ایران و عراق صدام اقدام به خرید جنگنده میراژ F1 برای نیروی هوایی عراق کرد، ولی فرانسه تا زمان آماده شدن میراژ 5 فروند سوپر استاندارد رو به عراق اجاره داد. تجربه موفق جنگ فالکلند باعث شد عراق تعداد زیادی موشک اگزوس هم از فرانسه سفارش بده و واقعیتش اینه که تو جنگ 8 ساله بین ایران و عراق ترکیب این هواپیمای فرانسوی با موشک‌های پیشرفته اگزوس تو اون زمان برای ایران گرون تموم شد. تو اون زمان عراق تونست تعداد زیادی از کشتی‌های ایرانی رو با موشک‌های اگزوس منهدم کنه. در واقع تا سال 1984 تعداد 34 حمله علیه کشتی‌های ایرانی توسط سوپر استانداردها گزارش شده بود. عراق تو اون سالها گفته بود هر کشتی با هر پرچمی که نفت ایران رو حمل کنه مورد حمله قرار میگیره. درگیری‌هایی هم بین هواپیماهای آمریکایی، نیروهای هوایی ایران و هواپیماهای فرانسوی نیروی هوایی عراق تو این جنگ‌ها به ثبت رسیدن. تو بعضی از این درگیری‌ها عراقی‌ها پیروز شدن و تو بعضی هم ایرانی‌ها پیروز شدن. در واقع تا سال 1984 از 5 فروند سوپر استانداردی که فرانسه در اختیار نیروی هوایی عراق گذاشته بود 4 فروندشون سالم به فرانسه برگشتن. این موضوع نشون میده که یکی از این سوپر استانداردها توسط ایران سرنگون شده بود. گفته میشه این سوپر استاندارد روی جزیره خارک توسط یه فانتوم ایرانی ساقط شده. ایران البته ادعا کرده که یه سوپر استاندارد دیگر رو هم توسط F14 تامکت ساقط کرده. ممنونیم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردین. لطفاً برای حمایت از ما دکمه لایک رو بزنید و یادتون نره که نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها درباره کیفیت ویدیو برای من بذارید.